شکر عیسی مسیح به خاطر تمام نعمتهایی که ما ارزانی داریم عیسی مسیح. شکر میکنیم خاطر اینکه تو تنها بخشنده عیسی مسیح. شکر میکنم برای کسانی که به حضور میآیند عیسی مسیح و از ته قلب طلب بخشش میکنیم عیسی مسیح. و تو آنقدر بزرگی که میبخشی و بخشنده است عیسی مسیح. آمین. شکر بخاطر امروز میخواهیم یه درس های مسیحیت درس سوم را با هم بخوانیم در رابطه با خدای پدر. موضوع درس امروز ما است خدای پدر. یک شخص بوده که همش دنبال خدا میگشته، بعد احساس کرده خدا خیلی از اون دور است. ولی وقتی که با شاگردای عیسی مسیح روبرو میشوند، اونا میگویند با خدای خودت مثل پدر رفتار کن، مثل پدر صحبت کن. آن شخص هم یه جوری ناراحت میشه و بهش برمیخوند من چجوری خدا را پدر خودم میخوانم، و یه جوری شرم میکرد، یه جوری هم ناراحت بود. اما این شخص بعد از مدت ها با تردید و این به حضور خدای پدر دعا کرد به نام پدر و با تکرار و اطمینان بیشتر حضور خدا را حس کرد. انگار خداوند عیسی مسیح او را در آغوش گرفته است و دستش را بر وی گذاشته. او متوجه شد همچون دختری که کنار پدرش نشسته است و حقیق کنان گریه می‌کرد. آیا به نظر شما خدا را پدر خواندن کفر است؟ خداوند عیسی مسیح نام های زیاد دارد: رب، خالق، خدای پدر، عیسی مسیح. عیسی مسیح به پیروان خود آموخت که همین کار را بکنه. حتی عیسی در اهل جدید به عنوان پدر صحبت میکنه و یهودیان از این موضوع شوکه شدند. یهودیان حتی قصد جان عیسی مسیح را کردند و گفتند عیسی مسیح خدا را پدر خود میخواند. پاسخ عیسی مسیح به منتقدان خودش که میگفتند عیسی مسیح خدا را پدر خودش میخواند، عیسی مسیح طبق آیه از کتاب مقدس از یوحنا باب 5 آیه 19 نوشته است: هر آنچه که پدر انجام میدهد پسر نیز انجام میدهد، چون پدر پسر را دوست میدارد و هر آنچه که میکند به او مینماید. آمین. پیروان مسیح از این کلمه شرم نمی‌کنه که عیسی مسیح را پدر خود خواند، اما ما باید این را به دیگران توضیح بدهیم. حالا یه مفهوم پدر و پسر را بیشتر در مورد صحبت کنیم. از این ایده ای که خدا با یک زن ارتباط داشته است، این کفر محسوب می شود و برای ما مسیحیان توهین آمیز است. کتاب مقدس از لقب پسر خدا برای خیلی از اشخاص و کسانی که مهم بودند استفاده می‌کنه. مثلا قوم اسرائیل، فرشتگان، آدم، شاهان، چون این اشخاص به خداوند نزدیک‌تر بودند و برخی خصوصیات آنها را نشان می‌دهد. در گفتار روزانه ما از خدا، خدای پدر،
استفاده میکنیم. اما ما عیسی مسیح را به عنوان پدر، این یک به شکل توصیفی است و نه به شکل فیزیکی. به طور مثال لقب پدر ملت برای پاکستان، بنیانگذار پاکستان، به این معنی نیست که اون همه پاکستانی ها را به دنیا آورده است. مثلا در افغانستان پسر هرات به کسی که به آنجا متعلق دارد اشاره میکنه. مثلا در مصر پسر نیل به این معنی نیست که نیل او را به دنیا آورده است. این کلمات به شکل توصیفی استفاده می شوند. اما داستان نیست در کتاب مقدس در لوقا باب 15 آیه 11 تا 31 در آن به مردی اشاره میکنه که دو تا پسر دارد و پسر کوچکش از خانه پدری خسته میشه و از پدر درخواست میکنه که به او ارثیش بدهد قبل از مرگش. حتی به پدرم خیلی ناراض شد و بعد از مدتی راضی شد و پسر به راه دور سفر کرد و تمام ارثی پدری خود را خرج عیش و نوش و خوشگذرانی و مهمانی های پر زرق ورق کرد و حتی بعضی اوقات آنقدر فقیر شد که داخل استبل پیش خوکا میخورد. و بعد از مدتی تصمیم گیره که به سوی خانه خود برگرده، پیش پدرش برگرده. آیا به نظر شما رفتار پدر با پسرش چگونه است؟ عیسی مسیح به شکل توصیفی تو این داستان اشاره میکنه و عیسی مسیح برای ما مثل اون پدر است و ما مثل اون فرزند گم شده. عیسی مسیح همیشه قلبش، آغوشش بر روی ما باز است. آمین. پسر در حال برگشت به خانه بود که پدر خود را میبیند و پدر با پای برهنه به سوی اون میشتابد و میدوند و او را در آغوش میگیرد و قرق بوسه میکند و برای او مهمانی بزرگی میگیرد و لباسهای گران قیمت و کفش گران قیمت در پای او میکند و انگشتری در انگشتانش. و پسر بزرگ وقتی برمیگردد خانه و این را میبیند، به پدرش میگه که برای من حتی یک گوسفند قربانی نکردی در تو این مدت که خدمت میکردم. اما پدرش به او میگوید این برادر تو بود، این گم شده بود و دوباره برگشته است و دوباره پیدا شده است. آمین. عیسی مسیح به عنوان پسر خدا، عیسی مسیح به شکل منحصر به فرد پسر خدا است. کسی که مرا دیده است پدر را دیده است. آمین. در اول یوحنا باب 9 آیه 14 نوشته است ما میتوانیم چهره خداوند را ببینیم. عیسی مسیح جسم پوشیده شده خدا بود که به خاطر ما به روی زمین آمد. ما از طریق عیسی مسیح میتونیم خدا را بشناسیم. خداوند به پیروان خودش آموخت که او را پدر بخواند. آیه از کتاب مقدس است در اول یوحنا باب 1 آیه 3 نوشته است ببینید که پدر چه نعمتهایی را به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خواهده. تفاوت پدر آسمانی با والدین زمینی ما که در مزامی با آن اشاره میکند، پدر و مادر زمینی ما شاید ما را ترک کنند، اما پدر ما عیسی مسیح هیچ وقت ما را ترک نخواهد. در بعضی خانواده ها محبت ها
دوست داشتن هم متفاوت است و بعض افراد را بیشتر معبد میکنند و بعض را کمتر. اما محمد عیسی مسیح نسبت به ما فرزندان خداوند هیچ وقت کم نمی شود و محبت او بدون قید و شرط است. آیا این شگفت انگیز نیست که بدانی در ما خدای بی حد و حصر است که ما را دوست می دارد و هرگز ترد ما نخواهد؟ آمین.